Be the change با من بیتا میلانیان. قصه ما مهاجران. با سلام و خوش آمد به هفتمین برنامه بی دی چینج با من بیتا میلانیان از رادیو ایران 670 AM KIRN. امیدوارم همه دوستانی که امروز 26 جولای 2020 شنونده این برنامه هستید، برنامه‌ای که میزبان یک دوست و رفیق قدیمی من خواهد بود، تندرست و خوشحال باشید. قبل از اینکه برنامه امروز رو با میهمان ویژه شروع کنیم، دوباره سپاسی دارم از تمامی همکاران رادیو که هر روز دارن با سختی و با جون و دل در این روزهای کووید 19 یا کووید 19 زحمت میکشن و همه برنامه ها رو بدون وقفه برای ما تهیه و اجرا میکنم. ممنونیم از همگیشون. امروز میزبان یک چهره و شخصیت شناخته شده با طرفداران بسیار که نه تنها دنبال روی کارهای هنریش که لیست اونها هم بسیار هستن، بلکه از شخصیت گرم و مردمیش هم لذت میبرن. نوید نگهبان متولد مشهده و در اواخر سالهای 80 از ایران به ترکیه و بعد به آلمان و پس از حدود 8.5 سال به آمریکا مهاجرت کرده. کارنامه کارهای هنری نوید بسیار طولانی است و در کنارش در جامعه به عنوان کسی شناخته شده که همیشه در کارهای اجتماعی، فرهنگی، غیرانتفاعی و غیر حضور داشته و تاثیرگذار بوده. امروز با نوید در مورد این راه سخت و دشواری که به عنوان یک مهاجر پشت سر گذاشته، موفقیت‌هاش و برنامه‌هایی که در پیش رو داره صحبت کنیم و با نوید بهتر از اینی که می‌شناسیمش آشنا بشیم. نوید نگهبان عزیز به برنامه بی دی چینج خوش آمدید دوست من. سلام بیتا جان، سلام به تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم حال همتون خوب و خوش باشه. خب در این روزهای کرونا ویروس در چه حالی نوید جان؟ چه کارا میکنی؟ والا خوبم عزیزم، بد نیستم. من که این کرونا زیاد به صورت فرقی تو زندگی من با وجود نیاورده، همون از صبح میام سر ساختمون، اینجا توی سنتر دارم کار میکنم و سنتر دارم درست میکنم و هر روز من اینجا دیگه مشغول بودم. احتمالا یه مقدارم بد نبوده، خوب شده، چون من به من این بخت رو داد که بتونم بیشتر روی سنتر فوکس بکنم. خب حالا راجب سنتر و این سنتر به داستانش چی هست و چطوری ما میتونیم جزوی از این پروژه خیلی مهم تو باشیم صحبت میکنیم. میدونم که خیلی خب باز رو خوب میشناسن از کارهای هنریت، همه دنبال روش هستن، ولی یه کوچولو دوست دارم خودت از زبون خودت توی این برنامه که بیشتر تمرکزش شناسوندن اشخاصی مثل شماست که مهاجر بودن، سختی بسیار کشیدن و وارد اون رشته کاری شدن که الان هستن و موفق شدن تو اون رشته کاری، یه ذره کوچولو برام تعریف کن از کجا شروع شد. میدونم من یه کوچولو گفتم که شما از حدود سال 80 از ایران خارج بودی، یه کوچولو راجع به این داستان مهاجرت تعریف کن بیشتر آشنا بشیم و بدونیم که چی شد که نوید نگهبان به هالیوود رسید و این چهره امروز هستش که ما بهش افتخار میکنیم. ممنونم از من. ایران بزرگ شدم و توی زمان جنگ سال 85 من از ایران خارج شدم و رفتم ترکیه، از ترکیه رفتم بلغارستان و بعد از بلغارستان رفتم آلمان و اونجا بود که تقاضای پناهندگی دادم. یه مدتی توی خایم انگلهایم بودم و بعد تقسیمم کردن و من فرستادن کایسلاتن. کایسلاتن یکی از شهرهای جنوبی نزدیک فرانسه هستش و اونجا که رفتم یک کمپانی تئاتر دارن که من واسه اون کمپانی تئاتر شروع به کار کردم و داستان اون کار اولم خودش یه داستان جداگانه است که من نمیدونم چقدر وقت داره. اگه میخوای خوشحال میشم برات بگم. خیلی جالبه نوید جون که منم خب همونطور که ما یک از دلایلی که چند سال پیش با هم آشنا شدیم، فکر کنم سال 2007 بود با هم اولین بار توی گالری با هم آشنا شدیم، اولین چیزی که با هم مشترک داشتیم همین داستان مهاجرتمون به آلمان بود و همون منم همزمان شما به آلمان رفتم و مشکلاتی که به عنوان پناهنده ها در اون زمان بود
خیلی فکر میکنم داستانیه که خیلی راجبه شاید ندونن و خوشبختانه تونستیم که از اون سیچویشنی که توش بودیم بالاخره به آمریکا را پیدا بکنیم و بتونیم این فرصت های بیشتری برمون به وجود اومد که بتونیم تو زندگی پیشرفت بکنیم. ولی چیزی که شاید خیلی دوستان ندونن توی این که میگه هم زندگی کردی و اینی که در آن واحد به عنوان یک پناهنده رفتی تو کار تئاتر در آلمان به عنوان یک غیر آلمانی، این خودش یه قدر خیلی بزرگی بوده که شما تونستی اونجا، من چون خودم اونجا بودم میدونم، دارم این رو میتونم راجبه صحبت کنم، چطور تونستی اون موقع وارد تئاتر بشی تو آلمان به عنوان یک پناهنده غیر آلمانی؟ آره ببینیم، مسیر سخت بوده شایم. من مطمئنم که تو دقیقا متوجه میشین مسیری که ما رفتیم. هایمی که من توش بودم هایمی بود که دورش تمامش فنس داشت و بالاش هم بارب وایر و سیم خاردار و ما تمام روز باید اونجا بودیم و اجازه خروج نداشتیم. گاهی اوقات ما از زیر فنس ما می آمدیم بیرون و دستالا با بچه ها در می رفتیم می دویدیم و بر می گشتیم. من کاری که اول آلمان گرفتم، ببین مسیر زندگیمون گاهی اوقات به ما یه هدیه هایی می ده که این هدیه ها رو ما بهش توجه نمی کنیم. من زمانی که ایران بودم چون به کار تئاتر و هنرپیشگی خیلی علاقه داشتم، یه دوست داشتم که این دوست من کرلال بود، اسمش ارشیر بود. ارشیل منو برد این گروه تئاترشون که کار پنتومایم و مایم میکردن و من عاشق کار این بچه ها شدم چون فوق‌العاده بود کارشون و اونجا من شروع کردم به یاد گرفتن کار مایم و پنتومایم. بعد فاست فورورد آمدم آلمان و موقعی که آلمان آمدم، تو میدونی که موقعی که اونجا پناهندگی میدی تا موقعی که تو پروسس هستی بهت اجازه کار نمیدن، آسلندرم سوشیال هلپه بهت میده ولی بهت اجازه کار نمیدن. اگه اجازه کاری هم میدن، کاریه که برات اساین میکنن، کاریه که بهت میگن چی کار بکن و اون کار باید انجام بده. و من اونجا که رفتم دیگه نزدیک توی یه دونه پانسیون زندگی میکردم، پانسیون نزدیک تئاتر بودش و من شنیدم راجع به این پلی که دارن انجام میدن، Sunday in Park with George. Sunday in Park with George داستان یه شخصی که برمیگرده میره خونهش، محله که بزرگ شده به دنیا آمده و توی پارک که میره لحظات توی پارک رو داره آواز میخونه و داستان اون زندگیشو میگه. کارگردان داشت دنبال یک نفر میگشت که بتونه سایلنتلی بدون این که حرف بزنه بتونه احساسات این شخص رو به وجود بیاره که آدینس، مردم، بیننده ها بتونن این احساسات رو ببینن. و من واسه مصاحبه رفتم و کار رو گرفتم، ولی کار رو گرفتم بعد من رفتم اداره پلیس و از اداره پلیس اجازه کار میخواستم بگیرم، خیلی مشکل بودش و من اجازه کار نمیدادن و بالاخره من بهشون گفتم که من سوشیال هلپ نمیخوام، به من اجازه بدین که من بتونم این کار رو بکنم. و اجازه کار که من گرفتم، من یکی از اولین بچه‌هایی بودم که تو گروه خودمون اجازه کار گرفتم. بعد من رفتم توی تئاتر و موقعی که ما این نمایش رو داشتیم انجام می‌دادیم، رئیس آسلندر آمد، کسی که مسئول پروسس ما بود، این تمام بچه‌های که توی آفیسش کار می‌کردن، تمام همکاراشو همه با هم آمدن توی تئاتر و روزی که ما داشتیم نمایش میدادیم، اینا توی تئاتر آمده بودن که من سپورتم بکنم. و من بارها گفتم اگر به خاطر امکاناتی که دولت آلمان به من داده بود نمی بود، من فقط اینی هستم که هستم به خاطر امکاناتی که دولت آلمان در اون زمان به من داده. و من همیشه دقیقاً با تو این داستان، آره به من واسه همین واسه که هنوز هر موقع تو آلمان واسه من تقاضای کار میدن با درجون قبول میکنم، با وجودی که حتی پولی هم که میدن بنزه که باید شاید نیستش، ولی خوشحال میشم که برگردم آلمان، مثل اینکه برمیگردم خونه خودم. منم دقیقا همین حس رو دارم در مورد آلمان، با اینکه همونطوری که شما گفتی روزای سختی بود، ولی همین که میگی شما اولا که فکر می‌کنم یه دید مثبتی داشتی به اون قضیه، با اینکه توی جایی بودی که شاید از نظر زندگی
سخت بوده، ولی رفتی از تو اون جعبه، تو اون باکسی که بودی، از به بیرونش نگاه کردی و اون فرصت رو برای خودت به وجود آوردی. و منم خودم همین دقیقاً توی این پوزیشن شما بودم تو آلمان و تو اون محیط برای خودم واقعیت به وجود آوردم، با اینکه سنم خیلی پایین بود 14-15، و منم دقیقاً مثل شما این پایه شخصیتی که امروز دارم و این دیسپلین کاری، قدردونستن در مورد فرصتی که من داده شده، واقعا از اون روزها میدونم. و چه قشنگی که آدم بتونه تو سخت‌ترین شرایط واسه خودش بهترین فرصت‌ها رو به وجود بیاره و قدرش رو بدونه که اونا بودن که ما رو پایمون ساختن که برسیم به این جایی که هستیم. و مرسی که این داستان رو تعریف کردی، برای که خیلی از دوستان ممکنه شما رو به عنوان کاراکتر علادین ببینن، توی فیلم علادین ببینن، یا توی 24، یا توی همه این برنامه‌های بزرگی که شد، فیلم‌های بزرگی بودی تلویزیون همه، و ندونن که واقعا شما از کجا شروع کردی و چه شکلی این پایه رو ساختی که تا برسی به نوید نگهبانی که امروز در هالیوود شناخته شده هستش. دقیقاً. ببین عزیزم، من توی آلمان که بودم، من عکساش هستش که اوقاتن عکساش رو حتی میذارم روی اینستاگرام جایی که هستم. من ببین، یکی از چیزایی که متوجه نمیشن اینه که هیچ کسی مسیر رو نمیبینه. من طوری که به زندگیم نگاه کردم، حتی موقعی که من توی آلمان توالت میشستم واسه اینکه پولی در بیارم، من اتاق تمیز میکردم توی آلمان ده. و موقعی که این کار رو میکردم، من تنها کسی بودم که 2 ساعت داشتش استفاده میکرد، چون اونجا ساعتی که پول نمیدادن، به تعداد اتاقایی که تمیز میکردی بهت پول میدادن. وقتی که من میذاشتم بیشتر از وقت کسای دیگه ای بود که اتاق تمیز میکردن، و بعد اونا میامدن به من میگفتن آخه چرا اینقدر وقت میذاری، تمیزش کن بریم دیگه. میگفتم من طوری اتاق میخوام تمیز بکنم که خودم بتونم بخوام توش زندگی بکنم. واسه من همیشه مسیر من این نبوده که حالا چی میکی ماوس بکنه، توپ بزن برو. هر کاری که من کردم، اون کار واسه من ارزش داشته، یک ارزش هنری داشته که من کاری که من میکنم کسی دیگه نتونه انجام بده. و موقعی که شما به کاری که انجام میدین افتخار میکنین، مسئله نیستش که حتی دارین توالت میشورین یا زمین جارو میزنین، اون زمین جارو زدن شما شخصیت شما رو میرسونه که واقعا شما من در لحظه ها، در اون لحظه ها من میدونستم که این من نیستم، ولی این یه پلهیه که من دارم طی میکنم که به جایی که میخوام برسم. من باور نمیکنم که آلمان یه مدت من تو هامبورگ زندگی میکردم، چون اول که تقسیم شدیم یه مدت قبل از اینکه من چیز بکنم، قبل از اینکه بفرستادم انگلهایم، چون من تو هامبورگ تقاضا داده بودم، منو فرستادنم توی هتل که من زندگی بکنم. و خب اون موقع منم داشتم دنبال کار میگشتم، با یه گروه آشنا شدم که اینا سر صبح وربونگ، این وربونگایی که توی میل باکست میبینی، تبلیغاتی که توی میل باکس میبینی، اینا رو صبح به صبح میامدن من سوارم میکردن عقب یه دونه ون، که با این ون ما میرفتیم بهمون یه بسته ادورتایزینگ اد میدادن که این ادا رو ما باید میرفتیم میذاشیم تو میل باکس های مختلف پخش بکنیم. موقعی که این کار میکردیم توی هامبورگ، من لباس گرمم نداشتم، تمام پیرنا و سوبترام رو هم دیگه میپوشیدم که فقط گرم بمونم. انگشتای دست من کنجل میمون به خاطر سرما. من موقع سیبیل داشتم، روز سیبیل من قندیل میبست. اولین لغتی که من یاد گرفتم، باور نمیکنید بیتا، معذرت میخوام، اولین لغتی که من اونجا یاد گرفتم بود شایسه. رو میرفتم و اینو مینداختم، شایسه. این اول دیگه. و اون زمان بودش که واسه من هی من میگفتم برگرم اصلا ولش کن، من چرا اینجا آمدم. بعد همش میگفتم حالا بذار اینو فردا چی میشه. و همینی که گیواپ نکردی و ادامه دادی، خودش اونم خیلی مهمه، برای اینکه خیلی توی این شرایطی که هستم زندگیم لذت بردم. منم اتفاقا تو سن 13 سالگی همونجا آلمان بودم، منم با دوچرخه تو همون روزای سرد خود من کرن زندگی میکردم، اونجا باد و کورانت، کرن معروفه که میره تو زیر پوست استخونت، و اون موقع منم پول تو جیب خودم رو به عنوان بچه پناهنده اونجوری در میبردم که میرفتم دوچرخه
مجله دلیور میکردم دم خونه ها و بعد میرفتم این پول و بعد مقداریش رو مثلا وایر میکردم از پست آفیس به اون کسی که مثلا کاری فرمای من بود. یا اینطوری ممکنه اون موقع سخت بود، ولی مثلا دیسیپلین کاری که تو سن 14-15 سالگی یاد بگیری با پول و چه شکلی منیج بکنی برای اون پولی که در میری بعد زحمت بکشی، اینا همه برای من خودش خیلی اون موقع درس خوبی بود. مرسی که این داستان رو توضیح دادی. میدونم که خیلی طولانی تر هستش، هر کدومون به عنوان مهاجر به خصوص اون روزای سختی که توی اروپا بودیم با آمریکا خیلی فرق میکرد. آمریکا مشکلات خودش رو داشته و داره، ولی اونجا یه جور دیگه بود و مرسی که اینو بیشتر توضیح دادی. خب آلمان رو چه شکلی رسیدی آمریکا؟ حالا میدونم که خودش اونم حتما یه داستان خودش رو داره، ولی خب رسیدی آمریکا و میدونم اینجا مشکلات بسیار زیاد بود و دلیل یکی از مهم دلایلی که داری امروز این کاری که با رومانی سنتر که راجع به صحبت خواهیم کرد انجام میدی برمیگرده به اون روزهای اولی که اومده بودی آمریکا و دنبال کار هنری رفتی، درسته؟ آره، من موقعی که اومدم آمریکا، اولش من زبان انگلیسی که بلد نبودم. سالی اومدی آمریکا؟ من 93 اومدم آمریکا. من 93 اومدم آمریکا و یکی از چیزایی که بودش اولین کاری رو که من یعنی من از آلمان که اومدم تو آلمان، خب من کار هنرپیشگی می‌کردم، کار مدلینگ می‌کردم، رانوی کار می‌کردم، واسه یه کمپانی لباس من کار می‌کردم که هولسلرش رو می‌چرخوندم، دیزاین می‌کردم. یعنی من پول در می‌آوردم و تمام خرجامو کمپانی می‌داد، فقط من راه می‌رفتم که بعد قشنگ لباس رو پوشیدم که فقط برم و با مردم صحبت بکنم. یعنی من واسه این پول میگرفتم. و من از آلمان آمدم اینجا و هیچ موقع یادم نمیره اولین کاری که من اینجا پیدا کردم، من اولین کارم اینجا من ماشین میشستم. من ماشین میشستم واسه $1.50 an hour، $1.50 به من پول میدادن و بعد ما تیپمون رو نگه می‌داشتیم. با ماشین می‌آمدن، یه مش از ما سوار عقب این ون می‌شدیم که توش یه دونه پمپ آب داشت، می‌رفتیم این آفیس بیلدینگ ها، بعد اینا ماشیناشون می‌آوردن پایین، ما می‌شستیم، ساعتی $1.50 به ما می‌دادن، بعد تیپرم بین خودمون رو باید تقسیم می‌کردیم. و it was very difficult. بعد مثلا من لس آنجلس که می‌آمدم جا که نداشتم دیگه، من مثلا میامدم لس آنجلس واسه آدیشه یا میامدم اینجا چیز باشه، بعد صندلی عقب ماشینم من میخوابیدم، یا مثلا گاهی اوقات توی پارک هوا که گرم بود من میرفتم توی پارک میخوابیدم، یا دمه توی پارکینگ 24 hours family fitness اونجا میرفتم. و از سال 2000 من شروع کردم، 98-99 من شروع کردم که اینجا به صدا یه مقدر راه افتادم که بتونم کار بکنم. و اینجا من میخوابیدم و این زندگی من اینجوری شروع شد. واسه همین هم هستش که من این سنتر رو دارم درست میکنم که واقعا اون چیزی که خودم میخواست آرزو داشتم که میداشتم این رو الان من بتونم به اون هنرمندایی بدم که ندارن و همون موقعیت من رو دارن. بله، میگم همه هر کسی به اون جایی که میرسه خیلی راحت نرسیده، همه این فرصت هایی که بعضی شاید خوشحال سر باشن تو زندگی، ولی با عنوان مهاجر خیلی این مسائل سخت‌تر هست و راه و چاره پیدا کردن اینی که وقتی که با هیچ وارده یه مملکتی میشی و داری خودتو میسازی واقعا باعث قدردانی و ارزشمند هستش. خسته نباشی، میریم برمیگردیم و میخوایم که ببینیم که چه شکلی وارد هالیوود شدی، اون قدم های اول تو برای ما تعریف کن و چه کارهایی در پیش داری و راجبه رومانی سنتر حتما میخوایم صحبت بکنیم. با نوید نگهبان صحبت میکنیم در برنامه بیده چینج با من بیتا میلانیان. در قسمت اول برنامه در مورد روزهای سخت و دشوار مهاجرت نوید از ایران به آلمان و در
قبل از اون ترکیه و بلغارستان و مشکلاتی که اونجا داشت، ولی از اون مشکلاتش چطوری بهره برداری کرد و به طور مثبت اونا رو برگردون به نفع خودش و اون راه باز شد برای رسیدنش به اینجا و کارهایی که در آمریکا انجام داده. نوید جون، اولین کاری که فهمی کنی به عنوان فهمی کنی اون قدم اول بزرگی بود که وارد هالیوود شدی چی بود؟ والا من فکر می‌کنم قدم بزرگی بوده اون قدمی بوده که اصلا من اجازه داده وارد هالیوود بشم و اون یه فیلم کوتاه مدتی بود به اسم Boundaries 20 Minutes Short Film، یه فیلم 20 دقیقه‌ای که دو سال طول کشید ما این فیلم رو تمومش کردیم. اون فیلم رفت اسلم دنس، جایزه اول اسلم دنس رو برد. من توی یه دونه فستیوال به عنوان بهترین هنرپیشه نماینده شدم و اون آمد ایجیپشن تیتر تو لس آنجلس و در رو واسه من باز کرد. ولی از لحاظ کاریش واقعا مسیر کاری من اینجا از سال 2003 شروع شد و خب هر قدمی که من برداشتم، هر کاری که من کردم، این کار خودش من رسون به لول بعدی. واسه همین تمام این کارا واسه من مهم بوده، ولی من فکر میکنم کاری که واقعا من رو به دنیا شناسوند هملن بودش و ابو نظیر درست که اون واقعا یعنی گاد می برای من به من اجازه داد من برم توی وایت هاوس. من دعوت شدم تو اسرائیل، دعوت شدم برم خونه پرزیدنت اسرائیل و منو به عوام شناسوند. مثلا ببین تا موقعی که من هوملندر داشتم روش کار میکردم، تا اون موقع من یه چیز در بود 170 تا پروژه روش کار کرده بودم از سال 2003 تا 2010 که من هوملند رو شروع کردم. ولی بعد هوملند که شروع شد اصلا It just exploded. It was a beautiful character. یه شخصیت خیلی خوبی. آیا وقتی که برای ابو نظیر آدیشن میکردی، آیا میدونی چند نفر دیگه آدیشن کردن برای اون رو؟ من واسه ابو نظیر آدیشن نکردم. من رو نمیخواستن ببینن واسه ابو نظیر و این رول رو نمیخواستن به من بدن. با اشخاص دیگه داشتن صحبت میکردم و من تولید کننده این پروژه رو، این تولید کنندهش هاورد گوردون، همون کسی بود که کار 24 رو انجام داده بود. من توی سیزن آخر 24 کار کردم و یه روز من هاورد رو توی یه دونه مجلس دیدم و توی مجلس من رفتم و به هاورد گفتم که فیلم نومه رو خوندم، خیلی خوشم آمده و میخوام نقش ابو نظیر رو بازی بکنم. برگشت باید گفت ما ابو نظیر رو نمیدونیم چه شخصیتیه، خطاش کمه و حتی ایجنت من و کسایی که اون زمان با من کار میکردن همه به من میگفتن که تو اشتباه میکنی و نباید این کار انجام بدی، تو الان از یه شد بزرگ آمدی، چرا این شخصیت کوچیک میخوای انجام بدی؟ و گفتم شما نمیبینین، من میبینم. و یکی از چیزهایی که من میخوام به دوستای هنرپیشه‌مون، دوستای هنرمندمون بگم اینه که اکثر اشخاصی که اون بیرون هستن، ایجنتتون، منیجرتون، اشخاصی که دارن واسه شما کار میکنن، اینا دنیا رو از دید خودشون میبینن و اون چیزی رو واسه شما بهتر میبینن که اونا باهاش آشنا، ولی هیچ کدوم از اینا شما رو به خوبی خودتون نمیشناسن. اگر شما واقعا با خودتون رو راست هستید و خودتون رو میشناسین، شما این که دست آخر باید تصمیم بگیرین چیکار میخواییم بکنین و چیکار نمیخواییم بکنین. دست کم کمش فرداش تنها کسی که مسئول زندگی شما هست شما خودتون هستید. خودتون هست. و من به این خیلی اعتقاد دارم که زندگی مال منه، من مسیرم رو باید تعیین بکنم. آپشن‌ها به من داده میشه، دوراهی‌ها داده میشه، ولی برداشتن راه با منه و من این مسئولیت رو خودم باید قبول بکنم، نه شخص دیگه. خیلی درسته این حرف شما و این مسئله تو همه چیزای زندگی و کاری، تو هر رشته کاری که باشی صدق میکنه. بعضی اوقات دوستان منتظر میشن یک کسی دیگه براشون تصمیم بگیره و هیچ وقت کسی به همطور که میگی بیشتر دلش واسه خود آدم نسوخته بلکه خودش. و چقدر قشنگی که آدم خودش رو برای خودش باز بکنه. دقیقا ببین بیتا جان، اون به این دلیله که ماها ترس داریم قبول مسئولیت بکنیم. ما همیشه میخوام گناه رو بندازیم گردن یکی دیگه. اگه من پول ندارم به خاطر این شخصه، اگه من این کار رو نتونستم بکنم به خاطر اون شخصه.
نذاشتن من جا باز بکنم، نذاشتن من قدم بردارم. شما قدم مال شماست، کسی دیگه که نمیتونه جلو شما رو بگیره. تنها کسی که میتونه جلو شما رو بگیره من فکر کنم سر شماست. درسته، همینطوره. خیلی قشنگ گفتی، مرسی. خیلی این قسمت هم مثلا میخواستم راجبش باز صحبت کنم. اگه توصیه‌ای داری، تیپ داری، چیزی که از کاری که یاد گرفتی، اون ادوایزی که میخوای به بچه هایی که تازه وارد هالیوود میشن، این خودش یکی از اون مهم ها هست که راجبش صحبت کردی. آیا چیز دیگه هست که اگه مثلا اگه از یکی که تازه وارد هالیوود بشه یا کار اکتینگ، هنرپیشگی، چی دیگه داری بهش بگی؟ اما یکی از مهمترین چیزهایی که من میتونم بهشون بگم اینه که خیلی از دوستان واسه من پیغام میدن که آره من میخوام مثل شما بشم، من میخوام مثل شما باشم. با اون دوستان من میخوام بگم من کیم که شما میخوایم مثل من بشین؟ شما باید مثل خودتون بشین. خودتون باید بشین. مثلا اینی که هر کدوم از شماها درونتون یک جواهر وجود داره که این جواهر شما به جواهر دیگری شبیه نیستش و این مسیر زندگی شماست. شما باید مسیر زندگی خودتون رو پیدا بکنین. اگه بخواین مسیر زندگی منو برین، شما هیچ موقع موفق نخواهید شد. شما میتونین از مسیر زندگی من الهام بگیرین، ولی این رو میتونین مسیر خودتون بکنین. مسیر باید مال شما باشه. من هیچ موقع تو زندگیم سعی نکردم یکی دیگر کپی بکنم. هر کار کردم کار خودم بوده، خوب و موفق شدم موفق نشدم مال من بوده. و چیزی که هستش، من هیچ موقع سعی نکردم که برم یک کاری رو انجام بدم و یک هنرپیشه دیگر رو کپی بکنم، یا شخصیت یا مرام یا استایل یه نفر دیگر رو من بخوام کپی بکنم. مثلا اینه که شما تو مسیرتون بدین، تمام مدارسی که رفتین، تمام درسایی که خوندین، تمام تجربیاتی که کسب کردین، این باید از دید شما ازش استفاده بشه، نه از دید معلمتون. شما باید تمام استایل رو استایل خودتون بکنین تا بتونین موفق بشین. اگه شما میخواین برین مثل براد پیت بشین، ما براد پیت آردی داریم. ما براد پیت دوم که نمیخواد. شما باید خودتون باشین، خودت باش. و مهمترین چیز در زندگی یک هنرپیشه واقعی زندگی کردنه، رول بازی کردنه. یه قانونیه که تو همه راه‌های زندگی بعد ازش حتما دنبالش رفت، که وقتی که همین که میگی خودت با خودت آنست باشی، خودت به خودت یه چیزی رو تلقین نکنی که یه چیزی که نیستی و هستی. خیلی خوبه که آدم خودش رو موتیویت بکنه، مثبت باشه، ولی اینی که بری تو لاک خودت و فکر کنی که چیزی که نیستی هستی و به خودت دروغ بگی، یعنی بزرگترین دشمنی رو با خودت کردی. درسته؟ دقیقاً. ببین، چیزی که این مثلا مهمه اینه که اگر شما واقعا تمام ماها آنچنان قدرتی درونمون وجود داره که هیچ کس دیگه نمیتونه ببینه، این قدرت درون شماست. شما اگه با خودتون رو راست باشین و واقعا اجازه بدین این قدرت درونتون به شما الهام بده و مسیر تعیین بکنه، اون وقته که میتونین مسیر واقعیتون رو پیدا بکنین. تا موقعی که شما میخواین به چشم همچشمی، یا طرف ماشین اینجوری داره منم باید ماشین اونجوری داشته باشم، ببین مسئله اینه که شما خودتون رو باید پیدا بکنین و زندگی که میکنین زندگی شما باشه، نه زندگی دیگری. متاسفانه الان تو جامعه ما همه به چشم همچشمی و به کار این یکی نگاه بکنن. من چرا این کار کرده، چرا اون کار کرده، نه این باید اینجوری میشد، نه اون باید اونجوری میشد. تا موقعی که اینجوری میخواین زندگی بکنین هیچ موقع حقیقت خودتون رو پیدا نمیکنین. واسه که تمام مدت نشستین و دارین زندگی خودتون رو از دید دیگران زندگی میکنین، مسیر خودتون رو پیدا بکنید. این مسئله پندمیک که الان اتفاق افتاده، امیدوارم که یه ذره طرز فکر همه ماها رو به عنوان تو این جامعه که داریم، جامعه جهانی که داریم تو زندگی میکنیم، امیدوارم یه ذره بیدارمون بکنه که یه ذره از اینجور افکار به دور بشیم، بیشتر روی مسائل
بیشتر معنوی تمرکز کنیم و رو خودسازی و این فرصتی که الان هممون بیشتر تو خونه هستیم یا با زمانی داریم که خودمون یا فقط خانواده خودمون هستیم، فکر می‌کنم فرصت خوبیه برای خودیافتن و پیشرفت شخصی که بتونیم به دور باشیم از مسائلی که همین که میگی چشم هم چشمی، یا اینکه چرا من اون رو ندارم، اون رو من نمیخواستم داشته باشم، بلکه پیدا کردن راه خودمون در زندگی. بریم راجع به مسائل پروژه بزرگی که در روش کار میکنید دوست دارم بیشتر راجع به صحبت بکنیم. من خب دنبال روی این کارتو بودم، واقعا باعث افتخار هست کاری که داری، از خودت مایه میذاری، نه تنها از نظر ساعتهایی که داری گذاشتی برای این کار، بلکه از نظر مادی. میخوام که راجع به رومانی سنتر بیشتر صحبت بکنی، به کجا رسیده و هدفت با این برنامه چی هست. رومانی سنتر یه فضای هستش که من دارم به وجود میارم که همیشه آرزو داشتم، خودم میداشتمش، یک فضای امنیه برای هنرمندها که بتونن خودشون باشن بدون اینکه کسی راجع بهشون قضاوت بکنه، بدون چشم هم چشمی و همه اونجا باشن که همه به هم دیگه کمک بکنن. این فضا یک استودیو هستش، یک خونه هستش و یک پارکینگ لات هستش که توی پارکینگ لات دارم یک مغازه بستنی فروشی کافی شاپ درست میکنم. قصدم اینه که من احتمالا تا 8 نفر هنرمند میتونن اینجا زندگی بکنن و خب این باز جنبه‌های مختلف داره. خیلی از هنرمندا میتونن اینجا اصلا بیان زندگی بکنن، پول بدن واسه اتاق، از فضا استفاده بکنن. اگر کسی کار هنری داره که این کار هنری میخواد انجام بده و ما توی بورد که میبریم قبولش بکنیم، حتی حاضریم بهش مثلا جا بدیم، فضا بدیم که کارشون رو انجام بدن و که بتونن تو مسیرشون پیشرفت بکنن. یک non-profit organization هم داریم درست میکنیم که این رو ما تقاضاش دادیم، الان منتظر اپروبالش هستیم که کاغذاش انتیتیش اپروف شده، فقط از لست قدم آخرش که ما کارهای تکسمونو کاغذهای تکسمونو بگیریم. و این کار این سنتر، کار این فاندیشن اینه که هنرمندایی رو که پیدا میکنه این هنرمندا رو سپورت بکنه که بتونن کار خودشون رو ارائه بدن و به این وسیله شناخته بشن. و در ضمن ما مدارس، الان من 5 دبیرستان این دوره این فضا هستش که ما میخوایم باشون صحبت بکنیم که به این بچه‌ها اجازه بدیم بیان از این فسیلیتی استفاده بکنن. و بعد هنرمندایی که دارن کار میکنن، من نقاش، دوست نقاش دارم، دوست هنرپیشه دارم، کارگردان دارم، عکاس، فیلمبردار، که اینا همه قول دادن بیان و اینجا یه برنامه منتورشیپ داشته باشن واسه این بچه ها، که به این بچه ها مسیر داده بشه و اجازه داده بشه که خودشون رو پیدا بکنن. متاسفانه تو این فضایی که ما الان هستیم به عنوان یک هنرمند، خیلی ها میخوان از همون سوء استفاده بکنن، واسه که هنرمند میخواد دلش پاکه، میخواد دیده بشه، میخواد کارهای هنریش انجام بده و متاسفانه سوء استفاده زیادی ازش میشه، مخصوصا اینجا تو هالیوود. و امیدوارم که ما استودیو تموم شده الان، تا الان 2 فیلم کوتاه اینجا فیلم برداری شده، بچه ها آمدن میوزیک ویدیو اینجا درست کردن و چند تا عکاس داشتیم که عکس کاراشون انجام دادن، عکساشون رفته، بعضیاشون عکساشون توی فستیوال قبول شده. و نقاش هستش که آمده اینجا داره کار میکنه و دارن از این فضا استفاده میکنن. این فضا مال شماست، ولی الان به خاطر این مسئله کرونا، چون ببین من هر کاری کردم، الادین، لیجن، من هرچی پول در می آوردم پولمو میذاشتم که این سنتر رو درست بکنم، چون متاسفانه هرچی سعی کردم گروهی جمع بکنم که این کار رو بکنم، دیدم این حرکت نداره و گفتم چون حرکت نداره و همه این وسط دارن سنگ میندازن، بذار من خودم بکنم که دیگه اقلا مسیر من باشه. و متاسفانه به خاطر کرونا یه سری از قراردادهایی که من داشتم، قراردادام کنسل شده یا روی هولده و
واسه همین هستش که من تمام پولم رو گذاشتم اینجا. الان این گوفاندمی کمپینی که من درست کردم دوستان خیلی لطف کردن و به خاطر لطف اونا بوده که این استودیو تموم شده و امیدوارم بتونم در باز کنم واسه همتون که بیان و از اینجا استفاده بکنیم. بله استودیو آماده است، از استودیو میتونیم استفاده کنیم. خیلی الان وبسایتی هست یا میتونن با خود تماس بگیرن که در مورد این پروژه اینفورمیشن بگیرن؟ البته خود من هم روی تمام سوشال میدیا میذارم، ولی اگه اطلاعات به خصوصی هست که کسی بخواد از این پروژه حمایت بکنه یا از استودیو استفاده بکنه، برای اینکه الان خیلی دارن برنامه‌هاشون رو ضبط میکنن برای کمپانی‌هاشون، حتما میتونن بیان از فضای شما استفاده کنن و در ضمن کمک کنن برای اتمام. الان من دقیقا بیتا جان ببین فضایی که من دارم، این فضا هم گرین سکرین داره، هم ما میتونیم اینا میتونن بیان سمیناراشون اینجا ضبط بکنن، پیغامایی که دارن هر کاری که میخوان بکنن، اگه کلاسی میخوان بذارن میتونن بیان کلاساشون اینجا بذارن و از ما ضبط میکنیم براشون، میتونیم کمکشون بکنیم که این کارو بکنن، اگه عکاس هست هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. میتونه کمک بکنه که ربنیو بیاره، درآمدی داشته باشه برای سنتر، در ضمن کمک بکنه به اتمام پروژه که امیدوارم زودتر این کار انجام بشه. به افتخار میکنیم نوید جون برای اینکه واقعا همچیزی لازم هست و کم داریم از اینجور آرت سنترهایی که به هنرمندا کمک میکنه، چه ایرانی چه غیر ایرانی. و امیدوارم کسانی دیگه از این کاری که شما شروع کردی اینسپایر بشن، این یک کار رو میتونن کپی بکنن، برن اینجور کارهای مثل شما رو انجام بدن و بیشتر از این جامعه تاثیرگذار باشن. و من خودم کامیت هستم بیتو اگه بخوان، معذرت میخوام وسط حرف رو، اگه بخوان حتی میتونن اینجا رو بیان خودشون بچرخون، مثلا من چیز نه طور که میتونن تماس بگیرن با ما هستش romanystudios@gmail.com romanystudios@gmail.com یا میتونن توی اینستاگرام پیغام بدن. توی اینستاگرام من رومانی استودیوز خودش اینستاگرام داره و در ضمن گوفاندمی هم که هستش اونجا میتونین برین پیدا بکنین. حتما ما این رو با همه شیر میکنیم و همه حمایت خواهند کرد. بازم مرسی که جزو این برنامه بودی. ولی قبل از خداحافظی میخواستم در مورد یه موضوع مهم که شما هم خیلی حمایتش کردی 10 سال پیش، دوباره امسال، و اون برنامه در این مورد در موردش رادیو صحبت شده، در سوشال میدیا بسیار صحبت شده و اون سرشماری 2020 آمریکا هستش. دوستان اگر هنوز به پرسشنامه پاسخ ندادین دیر نیست، چون که به دلیل همین کووید 19 ددلاین پاسخگویی تا آخر اکتبر تمدید شده. بنابراین شما هنوز وقت دارید که برید از طریق وبسایت 2020census.gov به این سنسس جواب بدیم و 10 تا سوال ساده ولی خیلی مهم هست و سوال شماره 9 رو حتما بنویسید ایرانیان. میتونید برای اطلاعات بیشتر یا با خود من و یا iranianscount.org تماس بگیرید. وگرنه اگه جواب نداده باشین از 11 آگست به بعد این کسانی که با سری یو اس سنسس برو کار میکنن میان دم در خونه ها که یاداوری بکنن، برای این قبل از اینکه اون دوستان بیان دم در خونه برین روی وبسایت iranianscount.org و حتما پاسخ بدین به این سوال های بسیار ساده که برای جامعه ایرانی آمریکایی بسیار مهم خواهد بود. این اتفاق هر 10 سال میفته و کمک کننده هست به آینده ما ایرانی ها در آمریکا. نوید عزیز بازم سپاسگزار هستم که در این برنامه با ما بودی. داستان خیلی واقعا میدونم که خیلی طولانی تر از این بود، ولی تا اونجا که تونستی برامون توضیح دادی و حتما دوستان از این قصه تو اینسپایر خواهند شد و اون راهی که شما رفتی رو ازش یاد میگیرن که اونها هم بتونن انسان‌های نه تنها موفقی باشن بلکه تاثیرگذار در جامعه. ممنونم از شما، خیلی متشکرم از لطفت، ممنون از تمام شنوندگان عزیز که ما رو گوش دادن، متشکرم ازتون. Be the change با من بیتا میلانیان، قصه ما مهاجران.